بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وأئمة الهدى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم اهد أعداءهم وأعداءك أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با سلام خدمت شما عزیزانی بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده هفتگی خیانت در گزارش تاریخ. در این قسمت استثنائاً به یک موضوع مهمی میپردازیم. موضوعی که تا به امروز بالغ بر 120 هزار تلفات داده، بحث دمشق و شام. و امروز و فرداست که حمله نظامی علیه رژیم بشار اسد صورت بگیره. و عذاب آخرت به مراتب از عذاب دنیا دردناکتر است. این نتیجه بیعقلی و بیشعوری و عدم مدیریت درست در بحران است. عنادت و لجبازی، خودخواهی و دیکتاتوری این افراد رو در واقع مبتلا به بیماری میکنه که در شرایط بحرانی همه چیز رو نابود خواهند کرد، هم خود و هم دیگران. عذاب فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. حکایت ناخدای کشتی رو داره، زمانی که دید در شرایط متلاطم امواج هم خود هم کشتی و هم مردم رو غرق میکنه. نتیجه چی شد؟ 2.5 سال جنگ و درگیری، قتل و کشتار، مردم که ساکت نشدند. و امروز انشقاقات بزرگی که در صف فرماندهان عالی رتبه بشار اسد پا به فرار گذاشتن قبیله های علوی و اطرافیان بشار اسد، قبیله مخلوف و قبایل خانوادگی بشار اسد از سوریه، گویا حکایت از عاقبتی بد برای این جنایتکار داره و هم دستان هم فکرانش هم بایستی منتظر این عذاب باشند. خداوند وعده داده: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ظالمان گمان نکنند که خداوند غافل است، بی اطلاع است از اون چیزی که انجام میدند. به یقین و به طور قطع می دانیم، ایمان داریم به وعده الله که تمامی دیکتاتورها این سرنوشت را خواهند داشت. سنت خداوند بر این نیست که اگر یک نفر نافرمانی کرد، مثلا کلنگی از آسمان، سنگی از آسمان بیاد و بر سرش کوبیده بشه. نه خیر. ان الله یمهل ولا یهمل. خدا مهلت میده اما فراموش نمیکنه، فرصت میده اما از یاد نمیبره. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران گمان نبرند که این مهلت به خیر اونهاست، بلکه خداوند همه را آماده کرده تا اینکه گناه رو جمع کنند. فرعون کجا رفت؟ فرعون میگفت من خدایم. میگفت موسی میخواد شما رو گمراه کنه. ما اوریکم الا ما ارا. در واقع خود را ولی فقیه مردم میدانست. میگفت هر چی من میگم شما باید انجام بدین. ما اوریکم الا ما ارا. هر چی من میگم. مخالف من وهابیه، البته تعبیر امروزش. بنی اسرائیل را کشت.
یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. فرزندان مردان را کشت، زنان را رها میکرد. آیا عاقبت امر چند سال تونست دوام بیاره؟ 100 سال، 200 سال، اصلا 1000 سال؟ آخرش کجا رفت؟ رفت پایین، هنوز داره پایین میره، هنوز داره فرو میره. خداوند در قرآن میفرماید که ما صبح و شب بر فرعون آتش خود وارد میکنیم و زمانی که قیامت برپا شد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آتش صبح و شب بر اونها فرو میریزه و روزی که قیامت برپا شد فرعون و آل فرعون در عذابی دردناک خواهند بود، اشد العذاب، عذابی شدید. نمرود کجا رفت؟ قارون کجا رفت؟ صدام کجا رفت؟ قذافی کجا رفت؟ بن علی کجا رفت؟ مبارک کجا رفت؟ رفتند و می روند. این پیامی است به تمامی دیکتاتورهای جهان که از قرآن درس بگیریم، تاریخ گذشته را مطالعه کنیم. چیزی جز خوبی باقی نمی ماند. دنیا تمام خواهد شد. چه زیباست زمانی که حکایت جادوگران فرعون پس از این کیمان آوردند. فرعون گفت که شما را قطعه قطعه خواهم کرد، دست راست و پای چپ، و پای راست و دست چپ رو از هر کدوم قطع خواهم کرد و شما را آویزان خواهم کرد. در پاسخ گفتند که ایمان آوردند، بعد از این که ایمان آورده بودن، گفتند که فقض ما انت قاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو دلت هر چی میخواد انجام بده، تنها کاری که از دست تو ساخته است اینی که زندگی دنیا را از ما بگیرید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از احداث و رویدادهای مهمی پیش از وقوع قیامت به ما خبر داد و ما را مطلع فرمود. تحت عنوان نشانه های قیامت، و ما یقین داریم به نشانه های قیامت، احادیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا عالم الغیب نبودن، طبق وحیی که به رسول خدا ابلاغ می شد به همان مقدار محدود رسول خدا اعلام می فرمودند. قرآن اشاره فرمود بر این که قیامت نزدیک شده است. آیات متعددی در قرآن خدا می‌فرماید اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت نزدیک شد در حالی که مردم در غفلت خود سرگردانند و رویگردانند. در جای دیگر و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا، و تو چی میدونی شاید قیامت نزدیک باشه. و در جای دیگر انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، ما اونها قیامت رو دور میبینن اما ما قیامت رو نزدیک میبینیم. در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند بعثت انا و الساعه كهاتين، و به این صورت با دو انگشت خودش اشاره فرمودند به اندازه این دو فرق این قیامت، یعنی من و قیامت با هم چسبیده شده هستیم. برخی از علما گفتن به اندازه طولانی بزرگ بودن انگشت وسط بر انگشت سبابه. در حدیثی دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند زمانی که من مبعوث شدم حکایت و بعثت من حکایت آفتابی است، قرص آفتابی است که در حال غروب شدنه. با غروب آفتاب قیامت برپا میشه. یعنی شما ببینید زمانی که رسول خدا مبعوث شد حکایت قرص آفتاب رو داره. و دقیقاً اگر برگردیم به متون دینی میبینیم خداوند در آیات متعددی از قرآن میفرماید و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. یک روز خداوند
هزار سال شماست. و در جای دیگر 50,000 سنه، 50,000 سال هست. یک روز معادل 50,000 سال برای خداوند. و امروز ثابت شده اگر انسانی در فضای خارج از منظومه شمسی به سر ببره، عمر و زندگیش متفاوت خواهد بود با کسی که در محدوده شمسی به سر میبره. ما بر اساس دوران کره زمین عمر و زندگی ما حساب میشه. معادلات بشری که اینجا داریم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که بعث اعدد ستن بین یدی ساعه، 6 چیز رو پیش روی قیامت این رو حساب کن. 1. موتی، ثم فتح بیت المقدس، ثم موتان یأخذ فیکم کقعاس الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأسفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمودن پیش روی قیامت 6 چیز را حساب کنید. در جای دیگر 10 نشانه ذکر کردن. ما این 6 نشانه را بیان خواهیم کرد و میریم سراغ 10 نشانه دیگر. فرمودن 1. موتی، رحلت من، وفات من. 2. فتح بیت المقدس. 3. مرگی که انسانها را مانند گوسفندان خواهد گرفت و این طاعون امواس که در شام رخ داد. و بعد سه شد، 4. اوج اموال، ثروت و دارایی در بین مردم، تا جایی که میگه اگر به یک نفر 100 سکه طلا داده بشه عصبانی میشه که چرا منو تحقیر کرده. سپس آشوب فتنه، در هیچ خانه وجود هیچ خانه نیست مگر اینکه فتنه در اون خانه ها وارد میشه. و 6. صلحی که بین شما و بین بنی الاسفر، در حدیث صحیح، این حدیث صحیح بخاری است، اگر تا خواهد تحصیل لپتاپ رو بدی ممنون میشه، در به نحوی باشه، فونت نمیدونم چگونه ممکنه که واضح دیده بشه. بله، میگه ثم هدنه تکونو بینکم و بین بنی الاسفر، سپس آتش بسی که بین شما و بین بنی الاسفر. تعبیر بنی الاسفر منظور اروپایی ها و غربی ها هستند که زرد پوست هستند. تعبیر بنی الاسفر زرد پوست. فیقدرون فیأتونکم تحت 80 غایه. بعد از این آتش بس، بعد از این صلحی که بین شما و بین در واقع غربی ها وجود داره، یک خیانتی صورت میگیره و اونها با 80 لشکر، 80 غایه، 80 لشکر به شما حمله خواهند کرد. هر لشکری 12,000 نفر هستند. هر لشکری 12,000 نفر هستند. متشکرم اتاق فرمان. اتاق فرمان متشکرم. در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم 6 مورد رو پیش روی قیامت ذکر کردند. نشانه های قیامت به نشانه های کوچک و نشانه های بزرگ تقسیم میشه. نشانه های کوچک نشانه هایی هستند که واقع شد و برخی از اونها گذشت و برخی از اونها ما الان در حال سپری شدن اون هستیم. وفات رسول، بعثت پیامبر خدا یکی از نشانه های قیامت بود. 2. وفات رسول خدا یکی از نشانه های قیامت بود. فتح بیت المقدس یکی از نشانه های قیامت بود که رخ داد، تمام شد. طاعون امواس یکی از نشانه های قیامت بود. قتال ترک در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده، لا تقوم الساعه حتی یقاتل المسلمون ترک. من این رو، این روایت رو بتونم ارائه بدم، در حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وسلم اومده که حتی یقاتل المسلمون ترک، که در واقع جنگ تا
تاتار و اگر تا خون تحصیل لپتاپ رو ما بدین ممنون میشم. در صحیح مسلم به این صورت اومده، تصویر رو به نحوی کامل دیده بشه ممنون میشم. متفرم ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه ان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن لا تقوم الساعه، اگر تصویر واضح دیده بشه ممنون میشم. متفرم لا تقوم الساعه، لا تقوم الساعه به نحوی رنگی رو تقوام نشون میدین، تصویر واضح لطفا کامل دیده بشه، اگر واضح دیده بشه ممنون میشم. لا تقوم الساعه سمت چپ، بله خب خب لا تقوم الساعه حتی یقاتل المسلمون الترک، سمت راست الان نشون میدین، بله حتی یقاتل المسلمون الترک قوما وجوههم کالمجان المطرقه یلبسون الشعر و یمشون فی الشعر. ببینید رسول خدا صلی الله علیه وسلم از اموری خبر داد، خداوند به او اطلاع داد به اندازه نیاز، فرمود که قیامت برپا نخواهد شد تا مسلمانان، تا یقاتل المسلمون ترک، تا مسلمانان با ترک درگیر میشن. این ترک قومی هستند چهره هایی که معروف هستند، بر صورت چهره های مغول و تاتار شناخته شده است، لباسی از مو می پوشند و کفششون از مو هست، کفششون از مو هست. این روایت در سنن ابی داوود هم اومده، در سنن نسائی هم آمده. متشکرم اتاق فرمان. نشانه های دیگر قیامت انتشار فواحش. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن ان من اشراط الساعه، ذکر کردن و بعد از اون فرمودن و یظهر الزنا والعیاذ بالله، فاحشه اوج میگیره. حتی تا جایی حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده که این فاحشه عمومی میشه تا جایی که شخص مؤمن از کنار خیابانی رد میشه، در کنار خیابان مرتکب فاحشه میشن و میگه کاش پشت دیوار قائم میشدید. و حکایت از اوج فواحش، ربا و وام های با بهره اوج میگیره. نوشیدن مشروبات الکلی اوج میگیره. التطاول فی البنیان، رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث جبرئیل معروف است، زمانی که جبرئیل آمدن فرمودن ان تر الحفات العرات العاله یتطاولون فی البنیان، اون پابرهنه های چوپان میبینی که در ساختمان های بلند به هم رقابت میپردازن، که شاهد اون هستیم. کشورهای عربی معروفه، میشناختیم. خب ما ایرانیان از تمدن، تاریخ، بر صورت تاریخی برای خود داریم، اما امروزه در کشورهای عربی این قضیه شاهد میشه. کثرت القتل، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا تقوم الساعه حتی یکثر الهرج، قیامت برپا نمیشه تا اینکه هرج زیاد بشه. صحابه پرسیدن و ما الهرج یا رسول الله، قال القتل، فرمودن که قتل، کشتار زیاد میشه. و امروز میبینیم در شام، در مصر، در ایران خودمون حتی کشتی میشه، این قتل و کشتار خیلی طبیعی میشه. و در جای دیگر اومده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن مقتول نمیدونه برای چی چیزی کشته شده، مقتول نمیدونه برای چی چیزی کشته شده. تقارب الزمن، زمان بی برکت میشه، روز و ماه و هفته و سال میگذره. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده لا تقوم الساعه حتی یتقارب الزمان، در صحیح بخاری اومده قیامت برپا نمیشه تا اینکه زمان به هم نزدیک میشه. کثرت الزلازل، زلزله زیاد میشه، لا تقوم الساعه حتی تکثر الزلازل، که در صحیح بخاری کتاب الفتن آمده است. ظهور الخسف والمسخ والقذف،
فرو رفتن و در واقع پرت زمین هایی که کشیدی میشه، فرو میره زمین ها. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم داریم خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف به جزیره العرب. ما یک خسفی خواهیم داشت در مشرق زمین، خسفی خواهیم داشت در مغرب زمین، و خسفی خواهیم داشت یعنی فرو رفتگی زمین خواهیم داشت در جزیره العرب. در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، میگه جیش یغزو الکعبه فاذا کان ببیداء من المدینه او من الارض یخسف با اولهم و آخرهم. در جای دیگه میگه بزی واحد، با یک لباس مشترکی. امروز ارتشی ها و نظامی ها با یک لباس آرم و یک یونیفرم نظامی. جیش یغزو الکعبه ببیداء من المدینه. امروز ما منطقه در مدینه است به نام بیدا، و این محدوده حتی مشخص شده. گمان زنی ها بر اینه که در یک استادیومی در اونجا 12,000 نفر در لباس، حدیث دیگر داریم به زی واحد، با یک لباس واحدی، همون ارتشی ها فرو میره در زمین. در غرب بر اساس بند شنیدم، صحت این مطالعه نکردم، بر این که کالیفرنیا آمادگی فرو رفتگی در زمین رو داره، صحت این مطلب بنده اطلاع ندارم. ظهور الکاسیات العاریات، زنانی که لباس پوشیدن اما در این حال برهنه هستند. امام نووی زمانی که شرح این حدیث را می نوشت، نوشته که زنانی که لباس پوشیدن اما شکر نعمت خدا را نمی کنند. اگر امام نووی امروز زنده بود میدانست که این تفسیر این حدیث چیست. زنانی لباس میپوشند اما برهنه هستند، لباس های چسبیده تنگ، یا لباس های شفاف، یا لباس های نیمه برهنه، لباس پوشیده اما برهنه است. صدق رؤیا المؤمن، انسان مؤمن خواب های صادق رو میبینه. کثرت الکتابه و انتشارها، نوشتن اوج میگیره. امروز شاهد هستیم این زبان بسته ها حتی آمده الان سیستم هایی که فقط گویش فرد رو تایپ میکنه. کثرت الکذب، دروغ اوج میگیره. کثرت النساء و قلت الرجال، جنس زنان زیاد میشند و مردان کم میشه. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ان من اشراط الساعه تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل 50 امراه قيم واحد. در صحیح بخاری اومده زنان زیاد میشن و مردان کم میشن تا جایی که یک مرد سرپرستی 50 زن رو به عهده خواهد گرفت. کثرت موت الفجعه، مرگ ناگهانی زیاد میشه. عود ارض العرب مروجا و انهارا، رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرمودن لا، در حدیث صحیح مسلم، لا تقوم الساعه حتی تعود ارض العرب مروجا و انهارا. قیامت برپا نمیشه تا سرزمین جزیره العرب پر از باغ و بستان و نهر میشه. و امروز تحقیقات ثابت، و رسول خدا در جای دیگه فرمودن جزیره العرب کانت مروجا و انهارا و بساتین و ستعود کما کانت. فرمودند که جزیره العرب از باغ و بستان و نهرها بود، شبه جزیره عربی، و دوباره باز خواهد گشت. این وضعیت دوباره باز خواهد گشت و امروز تحقیقات زمینشناسی ثابت کرده سرزمین جزیره العرب مملو بوده از باغ و بستان و آثار سبز بر اون وجود داشته و دوباره باز خواهد گشت. دوباره باز خواهد گشت. حصر الفرات عن جبل من ذهب، در رودخانه فرات کوهی از طلا پیدا میشه. در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده در صحیح بخاری کتاب الفتن لا تقوم الساعه حتی يحصر الفرات
عن جبل من ذهب یقتتل الناس علیه، کوهی در رودخانه فرات، کوهی بیرون میاد، کوهی دیده میشه، کشف میشه، منطقی در واقع در خود رود فرات از طلا، و مردم برای به دست آوردن بخشی از اون طلا با هم درگیر میشن. در حدیث دیگری اومده از هر 100 نفر یک نفر نجات پیدا میکنه در اون حادثه‌ای که رخ میده، و هر نفر میگه اون یک نفر شاید من باشم. به هر صورت حادثه‌ای که حکایت بر وجود کوه طلا در رودخانه فرات داره در حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده. کسرت الروم و قتالهم للمسلمین، اوج جنگ اروپایی ها با مسلمانان، و بعد جنگ یهود، و همچنین بعد نسیم بهاری که روح مؤمنین با اون نسیم از بین میرن و قبض روح میشن، و بعد از اون ویران شدن خانه خدا، خانه کعبه ویران میشه. در حدیثی که مسند احمد بن حنبل رحمه الله در حدیث صحیح آورده است، یخرب الکعبه ذو السویقتین من الحبشه، کعبه شخصی به نام ذو السویقتین از حبشه اون رو ویران میکنه. اینها مجموعه بود از اشراط ساعه صغرا. در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد اشراط ساعه فرمودن و نشانهای قیامت، نشانهای بزرگ قیامت چنین فرمودن. بین یدی ساعه، من اگر این رو بتونم ارائه بدم عالی خواهد بود، در صحیح بخاری آمده است که بین یدی ساعه 10 تا نشانه رسول خدا صلی الله علیه وسلم ذکر کردن. 1 الدخان، 2 الدجال، 3 الدابه، 4 طلوع الشمس من مغربها، 5 نزول عیسی ابن مریم، 6 یعجوج و ماجوج، 7 ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرة العرب، که در نشانه های صغرا هم به این اشاره شد، و 9 آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، و نسیمی که انسان ها رو قبض روح میکنه. در ترتیب این نشانه ها دلیلی ثابت شده ای نیست، اما قبل از این که وارد این نشانه های بزرگ بشیم، احادیث متعددی که وارد شده حکایت از اوج درگیری یا در واقع حکایت از احداث مهمی داره که در شام صورت میگیره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما با رومیان، با بنی الاسفر متحد میشید، علیه قومی که با شما عدو من ورائهم، با دشمن مشترک با اونها می جنگید و اونها را شکست میدید. اروپایی ها، غربی ها جنگ خواهند کرد با یک دشمن مشترک و دشمن مشترک را شکست خواهند داد، و بعد از اون یکی از این اروپایی ها و رومیان میگه که صلیب پیروز شد، صلیب پیروز شد. اینجا بعد از این در واقع درگیری ایجاد میشه، جنگی ایجاد میشه بین مسلمانان و رومیان، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ملحمه ای صورت خواهد گرفت، چنان در تلفاتی مسلمانان خواهند داد که در حدیث آمده است که اگر پرنده ای صبح بر جنازه ها حرکت کنه تا غروب هم این جنازه ها تمام نمیشه، و نهایتا مسلمانان آنجا پیروز خواهند شد. و حتی در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده که در اون درگیری، جنگ بین روم و مسلمانان، 1,000,000 مسیحی که اسلام آوردن در صف مسلمانان هستند، و رومیان میگن که خلو بیننا و بین اخواننا و بین قومنا، ما رو تنها بگذارین، کاری به شما مسلمانان نداریم، با اون رومیانی که مسلمان شدن با اونها ما کار داریم. مسلمانان میگن که اینها برادران ما هستند و از جمله ما هستند.
بر صورت بعد از این مسلمانان پیروز میشن، فتح قسطنطنیه در حدیث اومده قسطنطنیه فتح میشه و بعد از آن مسلمانان به شام باز خواهند گشت و در شام عیسی بن مریم در نماز صبح در شرقی دمشق، منطقه شرق دمشق نزد مناره سفید در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده که کنار مناره سفید شرقی دمشق عیسی بن مریم نازل خواهد شد زمانی که اقامه نماز گفته شده. به امام خبر میدن که حضرت عیسی بن مریم فرود آمده. اگر تقوان تصویر لپتاپ رو ما بدن، ما این رو از صحیح مسلم این حدیث رو ارائه بدیم. مفصل حکایت این نشانهای قیامت رو ذکر میکنه. از اول حدیث ما خیلی مختصر سعی برای این خواهیم کرد. این حدیث رو در صحیح مسلم هست، حدیث 2937. رسول خدا صلی الله علیه وسلم حکایت دجال را بیان کردن. ما در مورد دجال توضیح خواهیم داد. میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که از دجال نترسید، اگر آمد و من بودم که تمام شد، من کافی هستم برای اون دجال، و اگر آمد و من نبودم، هر کدوم از شما خودش با براهین و با مدارکی که در واقع خودش بتونه در مقابل او ایستادگی کنه. والله خلیفتی علی کل مسلم. دجال انه شاب قطط عینه طافعه کانی اشبهه به عبد العزى ابن قطن. میگه که جوانی است که موی فرفری داره و یکی از چشمهاش پرده گرفته، پوست بر یکی از چشمهاش گرفته، یه چشم بیشتر نداره. اگر ملاقات این شخص شدید، دجال شدید، فواتح سوره کهف را بر آن بخوانید، 10 آیه از ابتدای سوره کهف. این شخص در بین شام و عراق خارج خواهد شد و فعالیت خودش رو از منطقه بین خراسان و اصفهان آغاز خواهد کرد. فعاث یمینا و عاث شمالا یا عباد الله فثبتوا. فتنه رو به راه میندازه. ای بندگان خدا ثابت قدم باشین. رسول خدا در مورد ایشون توضیح میده، میگه که این شخص میاد و زمین رو به فساد میکشونه. بعد از اون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما میریم بحث حضرت عیسی رو تا اینکه محل شاهد، معجزه هایی در واقع یا امور خارق العاده مانند یه جادوگر دجال انجام میده. فبینما هو کذالک اذ بعث الله المسیح ابن مریم. حضرت عیسی، اگر تقوان تصویر نمیدونم ممکن باشه به نحوی کامل دیده بشه ممنون میشم. اذ بعث الله عیسی ابن مریم، حضرت عیسی ابن مریم نازل میشه. فینزل عند المناره البيضاء، اگر سمت راست بدیم ممنون میشم، عند المناره البيضاء شرقی دمشق، نزد مناره سفید شرق دمشق حضرت عیسی نازل میشه. واضعا کفیه على اجنحه ملکین اذ طأطأ راسه قطر واذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل الكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. میگه که با دجال درگیر میشه حضرت عیسی و دجال رو به قتل میرسونه. به محل شاهد به این که حضرت عیسی در نزد متشکرم تخفرمان نزد مناره سفید شرقی دمشق نازل میشه در حالی که مسلمانان اقامه نماز رو گفتن و امام پیش نماز شده، در واقع قبل از این که اقامه بگه امام میاد عقب تا این که حضرت عیسی رو پیش نماز کنه. حضرت عیسی اشاره میکنه که سر آیت 20 و نماز برای شما اقامه شده.
دجال یکی دیگر از نشانه های بزرگ قیامت هست که فعالیت خود رو از منطقه بین خراسان و اصفهان آغاز میکنه و 70,000 اطلس پوش اصفهان یا یهودیان اصفهان از منطقه یهود در اصفهان فعالیت خود رو نیز ادامه میده. این شخص ابتدای امر ادعای مبلغ بودن دین، مهدویت، شخص صالح، شخص مؤمن، شخص دعوتگر خودش رو معرفی میکنه و کم کم مرحله به مرحله این ادعا رو بالاتر میبره، میرسه به این که میگه من پیامبر هستم و نهایتا میگه من خدا هستم. امور عجیبی هم مانند یک جادوگر صورت میده و به همه مناطق در واقع کشورها میگه میره بجز مکه و مدینه که توان رفتن به اون رو نداره. خروج دابه، حیوانی که سخن میگه خارج خواهد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث مطرح فرمودن یأجوج و مأجوج، در این باره این یأجوج و مأجوج چگونه قوم و موجودی هستن اختلاف نظرهای متعددی وجود داره. برخی ها مدعی هستن به این که از اقوامی از چین هستن و حمله خواهند برد به منطقه خاورمیانه. و موضوع دیگر بعد از این ناآتشی که از یمن در واقع قبل از اون نسیم بهاری است که مؤمنین را قبض روح میکنه و مؤمنین از دنیا میرن و رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث فرمودن لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت برپا نمیشه مگر بر افراد بد، افرادی که ایمان ندارند و مؤمن نیستند. اما بعد از حضرت عیسی، زمانی که حضرت عیسی بیاد میگه برکت در زمین میاد و خلافت راشده میشه، همان دموکراسی اسلامی به این معنا که مردم حاکم برای خود انتخاب میکنن و عدالت گسترده میشه بدون اینکه قتل و کشتار صورت بگیره، بلکه رحمت، رأفت و صفا و صمیمیت بر زمین حاکم میشه. و آخرین مورد هم آتشی است که از یمن خارج میشه و مردم را به سمت صحرای محشر سوق میده. قبل از اون طلوع آفتاب از مغرب به امروز ثابت شده، گردش زمین گرداگرد خود که در واقع طلوع و غروب خورشید رو ایجاد میکنه، این گردش، این دوران نهایتا متوقف خواهد شد و بعد از توقف یک دور برعکس خواهد زد. دور برعکس همون طلوع آفتابی است که از سمت مغرب دیده میشه و بشر احساس از سمت مغرب آفتاب غروب کرد. در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده شبی که فردایش آفتاب از مغرب طلوع میکنه بسیار طولانی است و سه برابر شب معمولی است. حتی انسان ها میگه از خواب بیدار میشن میگن که چه خبر شد، ما آفتاب طلوع نکرد. دوباره میخوابن، دوباره بیدار میشن، میبینن که باز هم شبه و بعد به وحشت میفتن که این شب طولانی شد. و اون وقتی که خورشید از مغرب طلوع میکنه، تحقیقات علمی این رو ثابت کرده، این دوران زمین نهایتا توقفی خواهد داشت و بعد از توقف یک دور معکوس خواهد زد. این توقف همان شب طولانی میتونه باشه، ممکنه باشه، چون جزم در علم غیب، جزم در نشانه‌های قیامت جزء علم غیب، بر صورت یک دوران برعکس. اون دوران برعکس همان طلوع آفتاب از سمت مغرب هست. این نشانه ها را که بررسی میشه به چند دلیل ما این نشانه ها رو مطرح میکنیم و این نشانه ها رو میخوانیم. دلیل اول به این که ایمان پیدا کنیم به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. همه این نشانه ها با عقل انسان همخوانی تمام داره و خیلی از اونها ما دیدیم و خیلی از اونها ما میبینیم. شاید، معلوم نیست، کسی نمیتونه در مورد اشراط الساعه جزم و قاطعیت بر این داشته باشه که بگی این مورد همان چیزی که پیامبر خدا گفته، مگر این که واضح باشه. شاید این درگیری که امروز
در دمشق صورت میگیره و سرکوب یک دشمن مشترک باشه، شاید این همون چیزی است که رسول خدا در نشانه ها خبر داده، اما شاید است. موردی که بنده از قلم افتاد ذکر کنم بحث دخان هست. دود و یا گازی، عناصری، گازهایی گرداگرد زمین فرا خواهد گرفت یا در میتونیم بگیم در غلاف جوی زمین فرا خواهد گرفت که این گازها حکایت گازهای اشکاور هست. میگه که انسانهای مؤمن مانند کسانی هستند که سرما خوردند و اشک از چشمانشون میریزه و حالت زکام دارند، اما انسانهای برصورت دیگران چیزی رو نمیبینن، تاریک میشه. در سوره دخان به این صورت اومده: یوم یأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم، روزی که دود همه جای زمین رو فرا میگیره. و شاید خدا میداند لایه اوزونی که مدعی هستن در واقع بخشی از لایه اوزون آسیب دیده، شاید اشعه هایی که مضر هستند از این بخش عبور کنند و این مشکل ایجاد کنند. بر صورت قاطعیت در این امور نیازی به تحقیق علمی داره، اما نشانه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد قیامت خبر داده، این نشانه همونطور گفتیم، یک برای اینکه مطمئن بشیم و ایمان بیاریم به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری بود از سوی الله. موضوع دوم این که انسانی که ایمان به قیامت داشته باشه طغیان نمی کنه، حقوق دیگران رو ضایع نمی کنه، ایمان داره به این که روزی میاد بایستی جواب پس بده، به دیگران ناسزا نمیگه، و همچنین انسان مظلوم یا انسانی که مؤمن و مسلمان که شکست میخوره مایوس نمیشه، سرشکسته نمیشه، میدونه در این شکست ها پیروزی هایی هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان المؤمن امره كله له خير، مؤمن امرش همه خیر است براش. ان اصابت ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابت سراء شكر فكان خيرا له، مصیبت بهش رسید صبر میکنه و اگر خوشی بهش رسید شکر میکنه، مغرور نمیشه. ایمان به قیامت انسان رو کنترل میکنه در پنهانی، زمانی که از انظار بندگان خدا دور بود، غافل نیست از اینکه کسی او رو نمیبینه و هر کاری دلش بخواد انجام بده. خداوند در قرآن حکایت میکنه از اینکه روز قیامت و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و وضع الکتاب فتر المجرمین، اگر آیه قرآن از سوره کهف، خداوند بله و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خدا میفرماید در اون روز پرونده های اعمال تقسیم میشه، به هر کسی پرونده اعمالش میدن. نگاه کن 70 سال عمر، هر سالی 365 روز، هر روزی 24 ساعت، هر ساعتی 60 دقیقه. نگاه کن خودت. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، جنایتکاران، دیکتاتورها، خودخواهان، مغروران، مستکبرین، ظالمان میبینن اون چیزی که انجام دادن. دنیا مانند خوابی گذشت، تموم شد، دیگه نیست، دیگه گذشت، دیگه دیر شد، مانند خوابی یادش میاد تو دنیا جنایت کرد، کشت، ظلم کرد، حقوق مردم را سلب کرد، دروغ گفت به نام دین، نان خورد به نام دین، تعدی کرد به مردم. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، خواهند گفت وای بر ما، این چه کتابی است، چه پرونده اعمالی است. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ بزرگ و کوچیکی رو
از قلم ننداخته، همه چی ثبت شده. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، و میبینن اون چیزی که نزد خداوند در اون پرونده اعمال حاضر کردن. امروزه تحقیقات بنده شنیدم، باز هم به این قضیه مطمئن نیستم، اما تصورم این است این امکان پذیره. ممکن هست فایل های صوتی یا فرکانس های صوتی که ما همین چند لحظه پیش گفتیم این رو دوباره بازیافتیم، یا حتی برای چند روز قبل یا حتی چند ماه قبل میشه این فایل ها یا این فرکانس های صوتی که امروزه وجود دارن میشه اینها رو بازیافتیم. خداوند سیستم های الهی فوق العاده پیشرفته است و از تمامی حالات ما، لحظات ما، اقوال ما نسخه برداری میشه. خداوند در سوره جاسیه چه زیبا میفرماید، حکایت روز قیامت رو به تصویر میکشونه: و ترى كل امه جاثیه، آیه 28 سوره جاسیه صفحه 501. و ترى كل امه جاثیه، همه مردم رو میبینی در صحرای محشر زانو بر زمین چسبوندن، زانو بر زمین زدن. حکایت از وحشتی است که همه انسان‌ها اونجا این وحشت دارند. شوخی بردار نیست، یا آتش یا سعادت ابدی. بیننده عزیز، مطمئن باشین، به یقین، اگر قیامتی نباشد خوب بودن ما ضرر نخواهیم کرد. اگر قیامتی نباشه خوب بودن ما ضرر نخواهیم کرد. و پایبند بودن به این اندیشه های پاک ساده، 1 کیلوبایت 2 کیلوبایت این حجم منو میگیره، با اون ارکان ایمان، قضایای توحیدی بسیار ساده که خدا از من میخواد. بقیه احکام عملی تبع هستن و اصل ارکان اندیشه های توحیدی است، ارکان ایمان هست. کل امت تدعا الى کتابها، همه پرونده ها رو بیارین، کارنامه ها رو بدین به هر کسی کارنامه خودش. در سوره بنی اسرائیل اومده یا اسراء اومده که این کارنامه ها مانند پرنده های بال میزنند و این پرنده ها میان و بر صاحب خود می نشینند. حکایت پرنده بهش داده شده، چیگونه است الله اعلم. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، امروز جزا و پاداش اون چیزی که انجام میدادید رو می بینید. هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، این کتاب ماست که به حقیقت سخن میگه. ما نسخه برداری میکردیم از اون چیزی که انجام میدادید. نسخه برداری، نستنسخ و نسخه برداری، استنساخ، نستنسخ و نسخه برداری میکردیم از اعمال، اقوال شما، اعتقادات شما. حکایت بیان میکنه: فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، کسانی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن وارد رحمت خدا میشن، این فوز بزرگ است. و کسانی که کفر ورزیدن افلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، وارد خداوند میگه آیا کسانی که کافر شدن آیا آیات من بر شما تلاوت نمیشد و استکبار میورزیدید و قوم جنایتکاری بودید. و اذا قیل ان وعد الله حق ما الساعه لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه ان ظن الا ظن و ما نحن مستيقنين، و زمانی که به شما گفته شد وعده خداوند حق است و ساعت هم و قیامت هم برپا شدنی است، شکی در اون نیست، شما میگفتید ما ندری ما الساعه، اصلا قیامت چی، حرف بی خود، عقب موندگی، معلوم نیست کی اومده که برگشته که رفته کی. ما این نظن الا ظن، ما یقین نداریم، فقط گمان میکنیم. الان فهمیدید که این چیز وقوع پیدا کرد؟ خداوند داره میگه به بندگانش: و بدال هم سیئات ما عاملو، امروز گناهانی که انجام میدادن براشون آشکار شد. و حاق بهم ما کانو بی استهزیون، و چقدر بد بود، چقدر سخت اون استهزا و مسخری و به باد مسخره اندیشه های دینی که به باد مسخره می گرفتن. خدا می فرماید: قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، امروز شما نیز فراموش خواهیم کرد، فراموش، همون گونه که قیامت رو فراموش کردین و پناهگاهتان
آتش دوزخ است و ما لکم من ناصرین ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. این به خاطر همان استهزا و مسخره گرفتن. مغرور بودید در دنیا، خودخواه بودید در دنیا، دیکتاتور، جنایت، ستمگری، این در دنیا انجام میداد. فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، امروز از آتش دوزخ بیرون نخواهید آمد و کسی هم به داد شما نمیرسه. فلله الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. کسانی که این آیات قرآنی را مطالعه می کنند روح روان آرامی دارند، زیرا هدف رو می بینند و امروز ثابت شده. کسی که هدف رو نگاه کنه، کسی که برنامه ریزیشه آینده رو ببینه، هیچ وقت مایوس نمیشه، شکست نمیخوره، قیامت رو می بینه، برای اون روز خودش را آماده می کنه. به هم دلیل به کسی ظلم نمی کنه، به کسی بهتان و زور نمیگه، مال حق کسی را نمیخوره، به کسی تجاوز نمیکنه، به کسی تعدی نمیکنه. میداند که مسئول هست در مقابل مجموعه سرمایه ها و در واقع اون بودجه ای که از خداوند دریافت نموده. ای بنده مؤمن، خود را برای اون روز آماده کنیم قبل از این که اون روزی بیاد که پشیمانی سودی نخواهد داشت. خدا میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. آیا شما گمان میبرید که ما شما را عبث آفریدیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ باور بفرمایید در قیامت از ما نمیپرسند جنگ جمل چی شد، جنگ صفین چی شد، جنگ نهروان چی شد، چه کسی جانشین پیامبر خدا بود، چه کسی این کار کرد و چه کسی آن کار کرد. به خدا قسم از ما نمیپرسند. باور بفرمایید ما زندگی دنیای خود رو چاره ای نداریم مگر این که به دست یک سری افراد سودجو دادیم، یعنی به اراده ما نیست، بر ما مسلط شدن. زندگی آخرت به دست ماست، زندگی آخرت خود رو خراب نکنیم، به دست کسی ندیم. بگذار اگر بد و خوب باشه خودمون تصمیم بگیریم. باور بفرمایید روز قیامت کسی ما را نجات نخواهد داد، خودمان تصمیم بگیریم تا اگر روز قیامت پشیمان شدیم، پشیمان تصمیمات خود باشیم، نه پشیمان این باشیم که روزگار خود را به کسی دیگری سپردیم. پیام ما در این شبکه آزاد بودن هست. ای انسان، تو آزاد خلق شدی، پس آزاد باش، آزاد فکر کن، آزاد بیندیش، آزاد بگو، آزاد عمل کن. شما و من و شما برده نیستیم و اگر ولایت فقیه و مرجعیت تقلید، مرجع تقلید بردگی نباشد، دیگر بردگی وجود ندارد، بردگی دیگری نیست و این بردگی است که بدتر از اون بردگی وجود نداره. میان برنامه کوتاه رو خواهیم دید و بعد از اون صدای شما ایزان رو بس خواهیم کرد. با ما همراه باشیم، باز میگردیم. Taking place, the mother who's got a child, she on that day will remember that she had a child. Why? Because the sound of the horn. The sound of the horn is so terrifying that you will see mankind will be in a drunken state, but in reality they won't be drunk. The hadith of Abu Huraira comes to mind. He said the shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people and what will they see? They will see the sky will look like the black filth of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day and they will explode from their places. Allahu Akbar, picture this in your mind, that the oceans, they will be on fire and they will explode from their places. The stars will lose their shine and they will come crashing down and there'll be darkness everywhere.
And when there is darkness everywhere, nothing will remain. Every single thing in the universe will come to an end. The hadith of Abu Huraira says that the angel of death, it will say to Allah, "O Allah, all those are in the heaven and all those are in the dunya, they have come to an end except for those who you wish to remain alive, O Allah." Allah will say, "Who remains?" And the angel will say, "O Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain." Allah the Almighty will say, "Let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne." Then Allah will say, "Who remains?" Yeah, Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, "Who remains?" And the angel will say, "O Allah, I remain, you remain, no one else remains." Yeah, then Allah will say, "I created you for a purpose. You have fulfilled your purpose. You also die," and he will die. And then Allah the Almighty, he will roll up all the heavens in his hands. He will roll up all the worlds in his hands. And Allah will raise his voice and Allah will say, "I am the Almighty Allah. I am the Almighty Allah. For whom is the divine rule today? For whom is the power today? For whom is the kingdom today? I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors?" No one will answer. Allah himself will answer. And Allah will say, "Power is for Allah. Might is for Allah. The one, the only, the irresistible." قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده خیانت در گزارش تاریخ. در این بخش صدای شما عزیزان را خواهیم شنید و با اولین بیننده برنامه را دنبال خواهیم کرد. قبل از اینکه تماس‌ها را وصل کنید، اجازه بدید ما این آیه رو به عزیزان بیننده در سوره زمر، خداوند حکایت روز قیامت رو در واقع با این سبک آیات متعددی در قرآن خداوند بیان می‌فرماید و تصویری از قیامت رو به طور دقیق به نمایش می‌گذاره. در سوره زمر آیه 54 خداوند می‌فرماید: و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. به سوی خدا روی آورید، انابت کنید به سوی الله، در واقع الله را به عنوان یک دوست بپذیرین. انسانی که تسبیح و تقدیس و تکبیر الله میگه، با توجه به معانی اون، نهایتاً محبت دوستی الله را در قلبش به طور قطع احساس میکنه. و کسی که الله را دوست داشته باشه، مطمئناً انسان مطیع و لذت میبره از عبادت، و لذت از عبادت تأثیری بر زندگی و روح روان فرد در جامعه و در خود بر خود فرد تأثیر خواهد گذاشت. و اگر انسانی با این تصور و مجموعه افراد جامعه با این تصور تربیت بیابند، در واقع جامعه سالمی خواهد بود. جامعه خواهد بود که کسی به کسی خیانت نخواهد کرد، دروغ نخواهند گفت، تجاوز و تعدی نخواهند کرد و همه حقوق هم دیگر
احترام خواهند گذاشت. اولین بیننده را خواهیم شنید. آقا عبدالله از ایران، سلام بر شما. السلام علیکم استاد هاشمی. سلام و رحمت الله. عبدالله خسته نباشید استاد. شما هم خسته نباشید استاد. قبل از اینکه وارد بحث قیامت بشیم تشکر کنم واسه برنامه که امروز دوم داشتید. بحثی بود که فرمودید و اینکه از شبکه ولایت هم با شما تماس گرفتم. من فکر می‌کنم یک روند خوبی باشه اگر امکانش باشه که بیشتر از این همین اتفاقا بیفته واسه بینندگان. فکر می‌کنم باعث روشنی بیننده ها خواهد شد انشاءالله. بله استاد، من یکی دو تا مسئله به ذهنم رسید. شما در مورد قیامت صحبت فرمودید، حالا یک بحثی هستش که مربوط هم به قیامت میشه، هم یه جورایی هم شاید برمیگرده به همون بحثی که امروز دور هم شما داشتید. شما راحت باشید. همین سوالی واسم پیش اومده. بفرمایید. سوالی واسم پیش اومده که پیامبر به کرات، من در کتابایی دیدم که فرمودن اگر یک روز از دنیا باقی مونده باشه خداوند آن روز رو دراز میکنه تا فرضی بیاد از اولاد من که نامش هم نام من هستش و نام پدرش هم نام من و بیاد زمینی رو که پر از ظلم و جور شده رو پر از عدل کنه. و در اینجا شیعه یک اعتقاد داره، اهل سنت یک اعتقاد دیگه، ولی هر دو بالاخره به مهدی معتقد هستن، هر کدوم به نحو خودشون. خب سوالی که واسه من پیش اومد، چون که شما هم گفت در مورد حجت و این حجت برای پیامبران نیستش بحث فرمودید، واسه بالاخره اهل سنت هم منتظر مهدی هستن. حالا میگن الان به دنیا نیومده، بعدا به دنیا خواهد اومد. میخواستم اینا این آیا در تعارض با همون آیه که شما تلاوت فرمودین و گفتین که بعد از پیامبران دیگر حجتی نیست؟ بله. و سوال دوم هم آقای عبدالله اجازه بدین، آقای عبدالله اجازه بدین برای اینکه سوال ها مطرح آشفته نشه. شما فرمودین روایت ضعیفی رو استناد فرمودین بر این که اگر یک روز از دنیا باقی نمونه خداوند اون روز رو طولانی خواهد کرد. چشم پوشی از این که این روایت ضعیف هست، چشم پوشی از ضعف این روایت، این قضیه پاسخ به ابهامی که مطرح میشه نمیده. چرا؟ به عنوان مثال بهائی‌ها اعتقاد دارند که میرزا حسین نوری پیامبر خداست. مسلمان ها هم اعتقاد دارند که حضرت رسول پیامبر خداست. آیا میتونیم بگیم آقا همه با هم متحد هستیم، هیچ فرقی با هم دیگه نداریم؟ نه، سوال من هم خب. این نبود استاد. من اون جوابی رو در ضمن علایب هم مطرح. آقا عبدالله کاش قطع نمی‌کردیم. به هر صورت شارژشون شاد تموم شد. نمیدونم. ببینید تشابه نام اعتقاد رو درست نمی‌کنه. بله اهل سنت اعتقاد داره به این که مهدیان و هدایتگران میان، شبکه‌های میان، روزنامه‌های هدایتگری میاد، افراد هدایتگری میاد، همه مهدی، کلمه مهدی یعنی هدایتگر، یعنی هدایتگر. و فرزند حضرت حسن عسکری نامش مهدی نیست، نامش محمده، نامش محمد و هدایتگر بهش نسبت داده میشه. خب بیننده بعد آقا محمد جواد، سلام بر شما از مشهد. سلام بر شما. سلام آقای هاشمی. سلام و رحمت الله. آقای هاشمی شما این روایتی خوندین که در اون روایت اومده بود که شما از حضرت حسین نقل کردین که زمانی که جناب عمر در سخنرانی در منبر داشتن صحبت میکردن، حضرت حسین علیه السلام سید الشهدا به منبر جناب عمر رفتن و شما گفتین که آقای عمر اومدن پایین در به احترام امام حسین، در حالی که روایت این روایت رو میخوام بخونم و شما اون روایت رو تحریف کردید. کتاب سیر اعلام النبلاء احمد ابن عثمان ذهبی جزء ثالث صفحه 285 بله اومده که اسناد او صحیح. آقای ذهبی نمیشتن، من یک جوان شیعه هم، سنم هم 14 ساله. اسناد او صحیح عن الحسین. شما اولا گفتین حضرت حسن، بعد اتاق فرمان گفتن بگین حضرت حسین. حالا اومده که بعد شما درست کردین عن الحسین قال و اتل من در الى عمر، بالای عمر من بر عمر رفتم. شما گفتین که عمر اومده پایین به احترام حضرت حسین امام حسین. فقلت انزل ان من بر ابی، یا پایین از من بر من و اذهب الى من بر ابی، برو رو من بر خودت بشین. شما این قصه هم نگفت. فقال عمر ان ابی لم یکن له من بر، بابای من که من بر نداشته. و اقعدنی مع، اون موقع عمر امام حسین کنار خودش شد. قال عمر من علمك هذا؟ قلت ما علمني احد. عمر گفت
چه کسی اینا رو بهت یاد داده؟ امام حسین علیه السلام فرمودند مگه لازم کسی بهم یاد داده باشه؟ قال عمر ای بنا ای فرزم ترزندم ذهل انبت على رؤوسنا الشعر الا الله ثم انتم. اون موقع خلیفه دستش رو میذاره رو سرش میگه این مویی هم که ما سفید کردیم این حسین جان میدونی برکت چیه؟ به برکت الله به پد جد سفت خود شما، شما گفتین به برکت جد کن، بعد شما گفتین که جد کمه در حالی که به برکت رسول خدا، بعد در حالی که در روایت اومده که الا الله ثم انتم به برکت خود شما، یعنی اون مویی که خلیفه دوم در آورده قبل از تولد امام حسین علیه السلام به برکت جناب عمر بوده. این یک، شما تحریف کردین روایت. تموم شد؟ روایت تحریف کردین. آقای جواب ندادین که چرا؟ آقای محمد جواب تموم شد؟ بفرمایید. خب مطمئن هستین؟ تموم شد. خب مطمئن هستین که روایتی در غیر از این روایت دیگری وجود نداره؟ این روایتی که در سیر اعلام و آقای محمد جواد من که نگفتم از سیر اعلام و نبره، سوال من مطمئن هستین روایت دیگری وجود نداره در این باره؟ حالا آقای هاشمی جواب من اینجایه، من آوردم استدلال صحیح آوردم. آقای محمد جواد من گذاشتم شما هر چه تهمت و توهین و همه اینها بود ارائه بدین، تحریف و همه اینها. من الان سوالم خیلی واضح است، مطمئنی روایت دیگری در این زمینه وجود نداره؟ یک روایت دیگه هم در کتاب الاصابت بی کمیز آقای محمد جواد. آقای محمد جواد اگر برای اینکه وقت خیلی محدوده، ما کلا 15 دقیقه وقت داریم، اگر قرار دوباره همین روایت رو بخونید و دوباره بگین تحریف کردین و دروغ گفتین و فلان گفتین آخرش به همونجا برسیم، این اشکال و شما برصد 14 سال فرمودین بیشتر ندارین. بله 14 ساله. بله. اگر بزرگتر بشین مطالعات بیشتری انجام خواهید داد، روایات بیشتری هم خواهید دید، متوجه خواهید شد که تحریف صورت نگرفته عزیزم. خب میشه اون روایت رو به بینندگان عزیز همین روایت رو نشون بدین تا ببینن خلیفه دوم اون مویی که درآورده به برکت امام حسین بوده. چشم. پای گیرنده تشریف داشته باشین، اگر فرصت شد انشالله ارائه خواهم داد، چون وقت خیلی محدوده، من بخوام سرچ کنم اگر فرصت شد حتما ارائه خواهم داد. امام جواد خدا نگهدار شما. بیننده بعد را خواهیم شنید. سلام بر شما بیننده عزیز، بفهم. آقا عبدالمجید از زاهدان سلام بر شما. آقای عبدالمجید از زاهدان سلام بر شما. الو سلام علیک. سلام و رحمت الله. لطفا صدای گیرنده رو کامل ببندید آقا عبدالمجید، با گوشی فقط با ما صحبت کنید. الو بیننده بعد رو لطفا بدید. بیننده بعد رو خواهیم شنید. بیننده بلد اینکه وقت تلف میشه. آقای محمد عبدالمجید. آقای عبیدالله سلام بر شما. آقای عبیدالله سلام علیکم. آقای هاشمی سلام و رحمت الله. اسم او عبیدالله اسم از قرقستان با شما تماس شده. بفرمایید. از پروگرامتون بسیار خوش شده و بدود 6 ماه میشه که من پروگرام های شما رو نیبینم، مثلا از افغانستان هستم. ممنون، لطف داریم. و من شما یقین کنید که من درباره اهل تشیع مگه نمیدونستم، از تجربه خود میگفتم. وقتی که چینل های شما رو میبینم که این رافضیان چی با دروغه، چی با کمال دروغ، چی با کمال فریب، چی با کمال کلاهبرداری اینا تخریب میکنن اسلام را. و امروز شما درباره قیامت که شما سخن زدین، بسیار هم از نگاه احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، هم آیات قرآن را که من خودم خواندم درباره قیامت، ساینس امروز یا علم امروز هم با این سخنان تطابقت میکنند. مثلا میگوید وقتی قیامت نزدیک میشود، در حادیث است که رنگ آفتاب سرخ میشود، یعنی روشنی که است همی به سرخی تبدیل میشود. و ساینس امروز میگه وقتی که تعاملات دو گازها در آفتاب میباشد، از قبیل هلیوم و هیدروژن که هستند، اینها که وقت تعاملشان به زود بسیار میشن، این حجم آفتاب بسیار کلان میشود. وقتی که حجم آفتاب کلان شد، همین ستاره ها را یک به یک به نوبت خود عطارد و یعنی تا که نوبت به زمین، وقتی که نزدیک به زمین شد، همین رنگ آفتاب سرخ رنگ می شود. ساینس امروز می گوید، علم امروز می گوید رنگ آفتاب سرخ رنگ می شود،
و همین چیزی که با مطابق احادیث است که ما خواندیم آیات قرآن است هم بخصم شاید روز قیامت باشد و ما به این یقین داریم و خدا شما را خیر بده ما تماس میگیریم و بسیار چیزا در باره شوی احوال بخشنیدیم متشکرم آقا عبیدالله از افغانستان لطف فرمودین بیننده بعد را خواهیم شنید سلام بر شما دوست عزیز قاسم از شیراز سلام بر شما سلام علیکم و رحمت الله سلام و رحمت الله الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم وجد فرجهم آمین من از ادب دارم خدمت برادر بزرگوارم جناب هاشمی یه مدتی است من موفق نشدم مزامه دوست بزرگوارم بشم حالا اون شب خدا کمک کرد من به شما بخش دوست عزیز انشالله که صحبت من باعث ناراحتی شما نشه و بتونیم چند دقیقه با هم دیگه صحبت بکنیم به دور از هر گونه خود علاقه توهین یا فحاشی از هر دو طرف انشالله جای هاشمی شما حدود چند ساعت پیش در آتا با زخم مورد سوریه بود یه حیوان نشون دادید به نادام شیر بود که میخواست یه حیوان دیگه چیز بکنه نوازش کرد از این برنامه ها مقایسه کردید با نیروهای آقای بشار اسد و تروریست ها من میخوام ببینم واقعا این شما برعکس نشون ندید وقتی یه تروریستی میاد قلب یه رزمنده یه سوریه رو میره دندون میگیره و میخواد این هند جگرخوار دیگه این بیاده تمام مردم می نزه یه آیا واقعا با او میخوای مقاسم کنیم مثل و قول معروف دارید باورده نیست که به شما نشون داریم این یک مورد مورد دوم در رابطه با مسئله آقای قاسم 400 نفر 400 کودک شیرخوار مانند حشرکوشی که مورچه را میکشه در غوطه دمشق همین چند روز پیش بشار اسد و سپاه پاسداران و حزب و شیطان کشتن اصلا وجدان شما تکون نخورد یه قلبی حالا یه حرکت یه انسان دیوونه انجام داد این همه شما وجدان بیدار دانی هیچ چیز شما تکون نداد فقط همون قضیه عجب قومی هستید به خدا قسم شما ببخشید اگر وجدان شما سنگ سیاه بود اون پدر سوری که اون کودک شیرخوارش داره میگه پدر فرزندم بیدار شو قم یا ولدی قل یا رب میگه بلند شو داره موش رو مرتب میکنه بنده خدا از دنیا داره میاد رمق آخر داره میزنه وجدان شما اینقدر تکون نخورد نه به آقای هاشمی چقدر بی وجدان تا کی به خدا قسم آقا قاسم از ایران ما تشریف ببرید بیرون ما ایرانیان این همه سنگدل نبودیم ما ایرانیان این همه وحشی نبودیم آقا قاسم شما مال حادثه یک سال قبل که به هر صورت یک دیوانه انجام داد این همه 120 هزار بشار اسد کشت 120 هزار به قبرستون فرستاد هیچ چی تکون نخورد این همه تجاوز به زنان این همه تجاوز به عجب قومی که در این ایران ما متأسفانه ما به اونها مبتلا شدیم بیننده بعد رو خواهیم شنید ما آقای قاسم ما نمیتونیم این در واقع سخنان بی اساس وجدانهای سیاهی که خدا به امثال کسانی داده که فقط لذت میبرن از قتل و کشتار کودکان شیرخوار به خدا قسم ما اگر عذر میخوام جای این کودک یک حیوان هم بود عشق میریختیم دلمون به رحم میومد اما شما اگر سنگ سیاه تکون خورد قلبه های وجدان های سیاهی که این حادثه رو انجام داد تکون خواهد خورد ما ایرانیان بیزاریم از این فکر ارهابی که بر ما مسلط شده بیننده بعد رو خواهیم شنید بیننده بعد سلام بر شما جناب آقای براهویی سلام بر شما سلام آقا شریف سلام و رحمت الله خسته نباشید شما هم خسته نباشید من عبدالرضا براهویم از کیستان و بلوچستان تماس میگیرم بفرمایید جناب آقا هاشمی شما که میدونی الان رو اعصاب ما فشار میاد کلمه شما رو ما داریم نگاه میکنی اینایی که در چیزی رو سرشون حالی نیستم متوجه نیستم این همه بحث میکنن فلان میکنن رو سر ما خواهی طرف فشار میاد اینا رو یا قطع کنین یا چیزی که نمیدونن
به زور که نمیشه تو سر اینا جار انداخت. مگه اینا نمیدونم، مگه اینا همه چیز میدونم، ولی دارم فشار میارم به ملت سیستان و بلوچستان، مخصوصا به اهل سنت. شما بحث میکنیم، والله شما طاقت داریم، ما اینا اینجا طاقت نداریم متاسفانه. اینا همه چیز میدونم، ولی خودشون زدن به کوچه علی چه. یا آقای سیغه کرده، به قول خودشون یا آقای سیغه کرده، یه زنیره از اون زن بچه پیدا کرده، رفته شهرستان، همو آقا پسری داشته، رفته و دختره رو گرفته، و بچه دختری پیدا کرده، او دختره رو گرفته، بعد که فهمیده تا این دختر مال باباش بوده، یعنی خواهرش رو گرفته. بله، متشکرم آقای براهویی از بلوچستان. متاسفانه این قوم ثابت شده، حکایت این قوم حکایت کودک 5-6 ساله هستند که اسلحه رو زامن کشیده دستش دادن و میخواد شوخی بکنه. حکایت اینها اینن، قدرت به دست بگیرن لت و پار خواهند کرد و امان رو از همه چیز خواهند گرفت. منطقه امن و امان بود، به خدا قسم ما قبل از انقلاب 57 نه شیعه داشتیم نه سنی داشتیم، یعنی داشتیم اما درگیری نبود. شبکه های اهل سنت نیاز نمیدیدن شبکه هایی باشه. بعد از این که امثال این شبکه هایی که در قم و غیر قم سر بالا آوردن، شروع کردن به فحش‌های رکیک، دشنام های رکیک به زن پیامبر خدا، به داماد پیامبر خدا، به پدرخانه پیامبر خدا، به فرزندان رسول خدا، به فرزندان زهرا، دیگه اهل سنت توان و طاقتشون تموم شد، گفتن آقا بیایم به پا خیزین، فایده نداره به این صورت. حرکت اهل سنت حرکت دفاعی بوده همیشه و هست. اگر این شبکه ها اومده از ناموس و شرف رسول خدا داره دفاع میکنه، به خاطر این فحاشان آیت الله نام یا همین شیطان های دوپایی هستن که از ادب و اخلاق و انسانیت هیچی بلد نیستن. حکایت این افراد موجودات وحشی که از یک جنگل آورده باشن و از قفس اونها را بیرون گذاشته باشن، حمله بکنن به این جامعه بشن. این افراد این حالت دارن، فوش ها و دشنام ها و لعنت هایی که در کتاب های اینهاست، به خدا قسم اگر کسی جرأت داشته باشه نگاه کنه، نه اینکه بخونه. نقمت الله جزائری فوش ها و دشنام هایی به حضرت عمر گفته، ملا باقر و امثال هم دشنام هایی به زنان پیامبر دادن. به خدا قسم ما هنوز قطره ای از دریا را نخوندیم. به شما عزیزان خودتان بخونید. من تمنا میکنم در گوگل فقط سرچ بزنید دشنام علمای شیعه به زنان پیامبر خدا، لعن به خیشاوندان رسول خدا، فوش تا دلتون میخواد بس این فضای مجازی سر بزنید. اگر دشنامی که نعمت الله جزائری دیدین به حضرت عمر داده، اگر تو عمرتون شنیده باشین، این قوم قرار نیست بیان و انسان را سعادتمند کنه، جهان را آباد کنه. اومده چند تا اصول داره: بایستی به دشمنان، یک دشمنان وهمی بسازید، تا میتونید به دشمنان فحش و دشنام و لعن و نفرین بدید، یک سری ظالمانی بسازید و مظلومانی و یک نفر ناجی. این ناجی نیازی به بودجه داره، نیازی به درآمد داره، اون هم بهش میگن سهم امام، 20% اموال. برای همین هم روحانیون و کسانی که پیروانی این فکر هستن بایستی از نظر روحی تأمین بشن، یعنی ارضای شهوت جنسی باید تأمین بشه، مشکلی نداشته باشن تحت عنوان صیغه. در این قضایا بایستی حکم مطلق بر مردم داشته باشن تحت عنوان ولایت فقیه. ساختن، همه چی ساخته شد و جامعه را واقعا ویران کردن. یعنی امروز ما در جامعه ایران ما هیچ تفاوتی در واقع با این اصول اگر قرار باشه ما بپذیریم، به خدا قسم اگر عهد مکه به این صورت باشه. خب لطفاً آخرین تماس رو ما بدین. بیننده عزیز سلام بر شما. بهار خانم از شیراز سلام بر شما. خانم بهاره از شیراز سلام بر شما. من برنامه دیروزتون تماس گرفتم، نتونستم ارتباط برقرار کنم. بفرمایید. هم در مورد موضوع امروزتون میخوام صحبت کنم، هم دیروز. بفرمایید. من شیعه هستم. آفرین. شما در آمدین دیروز گفتین یه حدیث یا یه چیزی بگین که مشخص بشه حضرت علی با معاویه دشمن بودن. بله. توی جنگی که با حضرت علی معاویه داشتن،
بودن جوری بود که میخواستن معاویه را شکست میخورد، اومدن قرآن زدن سر نیزه که حضرت علی نیاد جلو. یعنی اینقدر دنگشون چی بود که اومدن قرآن زدن سر نیزه. و نگاه کنید هر دینی واسه خودش ارزش داره، هر مذهبی واسه خودش ارزش داره. ما نمیتونیم بگیم مسیحی ها بدن یا نمیدونم یهودی ها بدن، سنی ها بدن یا شیعه ها بدن. خب هر کس واسه خودش یه از من چیز خودشو داره. بله. مثلا شما در اومدین گفتین که مثلا بچه رو کشتن چقدر. بله. مثلا تو افغانی اومدن تهران خانم بهار، خانم بهار، خانم بهار، قبل از اینکه سراغ افغانستان و عراق و سوریه و لبنان بریم، شما فرمودین که حضرت علی دشنام داده به معاویه و لعن و ناسزا بوده، درگیری طبیعی بله بوده، ما یک حزب دو حزب سیاسی بودن با همدیگه درگیری پیش اومد و این افسانه هایی که امروزه ساخته میشه که از در واقع از آب گلالود بخوان ماهی بگیرن که بخوان بگن قرآن ها سر نیزه ها شد و فلان شد و این گونه شد، آیا حضرت علی دشنامی که امروز آخوندها به معاویه و به عمر میدن، آیا حضرت علی این دشنام داد یا خیر؟ خب نگاه کن الان من بهتون میگم، شما اگر که واقعا حضرت زهرا واسهتون، من نمیگم ارزش نداره، ولی اگر واسهتون ارزش داشت میگفتین حضرت زهرا، شما میگین حضرت عایشه. خب ما نمیگیم عایشه بده، ما اون دوران نبودیم که بدونیم واقعا همچی چیزایی بوده یا نه، بر اساس یه نوشته هایی میگن او بده او خوبه. خب ولی ما میدونیم پاره تن حضرت محمد حضرت زهرا بوده. خب ولی شما اولی که میخواین مثلا اسم حضرت زهرا بیارین، حضرت رو نمیارین، ولی عایشه که همسر حضرت محمد بوده و خانم بهاره، خانم بهاره، خانم بهاره، خانم بهاره، اگر شما برنامه را خوب نگاه کنید و اگر شما در این قضايا کتب اهل سنت مطالعه بفرمایید، خواهید دید که همه را با یک چشم نگاه کردن. حضرت زهرا، زهرا لقب حضرت فاطمه است. ما اسم فاطمه را نمیبریم چون دوست داریم لقبش را به کار ببریم. حضرت عایشه اسمش را میبریم. کسی نمیتونه بگه آقا جان شما اینجا به حضرت عایشه اهانت کردین چون اسمش را گفتین. حضرت عایشه لقبش حمیرا بود، اما ما اینجا لقبش نمیگیم، حضرت عایشه میگیم. خانم بهاره ببینید، شما مطمئن هستین که این اعتقاداتی که در مورد حضرت فاطمه و در جامعه ما میشه این واقع هست و این اعتقادات و این تاریخی که ارائه شده این صحت داره در جامعه که به شما ارائه شده؟ خب شما نگاه کن در شیعه میگن حضرت علی با عایشه یه جنگی داشتن به نام جنگ جمل. ببینید خانم بهاره، خانم بهاره ببینید، در جامعه ما آخوندها زرنگن برای برجسته کردن اختلاف ها و درگیری هایی که بوده، اما فضائل و فتوحات اسلامی که بوده، محبت ها و صمیمیت هایی که بوده، اونها را پنهان میکنن. آیا میدونید همین حضرت علی، همین حضرت زهرا دختر خود را دادن به عمر، همین عمری که رکیک ترین دشنام ها بهش میدن، آیا میدونید همین حضرت علی به حضرت عایشه میگه یا امه، ای مادرم، داره خطاب مادر بهش میکنه؟ آیا میدونید همین ابوبکر؟ درسته. بله شما نگاه کنین، شما فقط میگین 4 تا خلیفه ما داریم، بقیه اماما حساب نیستن. درسته، حتی میگین امام زمان اصلا وجود نداره. اصلا امام زمان که امام زمان که افسانه است، نه اینکه وجود نداره. ببینید امامان دیگه بزرگان اهل سنت بودن، نام بچه‌هاشون عایشه میگذاشتن، نام بچه‌هاشون عمر میگذاشتن، نام بچه‌هاشون ابوبکر میگذاشتن، از اهل سنت دختر میگرفتن، به اهل سنت دختر میدادن، بزرگان اهل سنت بودن. هیچ کدوم از این امامان به یکی از علمای شیعه دختر ندادن و از اونها دختر نگرفتن. یعنی اون به هر صورت در ازدواج و این ارتباط وصلت شایستگی را در اهل سنت میدیدن. خب شما متوجه شدی من چی گفتم؟ شاید ما میگم که خیلی چیزا رو از امامامون دیده باشیم که آقا از عمر و عثمان و ابوبکر ندیده باشیم. خب بیاین کدوم رو قبول میکنه؟ عقل سلیم اون چیزی رو قبول میکنه که داره میبینه. درسته یا نه؟ امروز اگر که من برای اینکه وقت خیلی محدود الان رو به پایان هست، سوال، اگر اینطور که آخوندها میگن چرا حضرت علی دختر خودش را داد به عقد ازدواج عمر در آورد؟ حضرت به عمر دادن حضرت علی؟ بله.
من نمیگم عمر و عثمان ابوبکر بد بودن تو هیچ خب کدوم آره من نمیگم که شما میگین خانم بهاره من نمیگم که شما میگین میگم که آخوندها میگن که باعث لعنت فرستاد ولیعاذ بالله به عمر آدم بدی بود در این حال خود حضرت علی میاد دختر میده به عمر لطفاً یه بهتون بگم شما گفتین امام حسن و امام حسین اگر معاویه بد بود نباید باش بیعت میکردن خب بله. الان در فرض میگم ایران در یه شرایطی شاید با آمریکا بیعت کنه پس دلیل بر این میشه که آمریکا خوبه شما ایران رو با حضرت حسن قیاس میگیرین نه ایران... از لحاظ خانم... سیاسی خانم بهاره بیعت کرد خلافت بهش سپرد میگه جام زهر رو نوشید حضرت حسن هدیه از معاویه دریافت فرمود حضرت حسین هدیه دریافت فرمود 40,000 دینار معاویه به اونا هدیه داد ما متشکرم خانم بهاره اگر به طور تخصصی تر مطالعه بفرمایین حتما براتون واضح میشه که متاسفانه در جامعه ما تاریخ رو محرف تاریخ رو به نحوی همون دور که به شما رسوندن فقط از جنگ و درگیری ها در تاریخ شنیدین در غیر از اونها هیچ اطلاعی ندارین و این همون هدفی است که آقایون میخوان مظلوم نمایی و بعد از اون خمس بگیرن صیغه کنن و حکم بر مردم کنن به پایان برنامه رسیدیم تا قسمت دیگر خدایا نگهدار شما موفق و سربلند باشید